نخستین دسته ورزشکاران روز دوشنبه به لندن رسیدند. چند روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک، پایتخت بریتانیا سر و صدای زیادی به پا کرده است. فرودگاه هیترو که پذیرای 80% گروه‌های مختلف ورزشی از هر گوشه دنیا است، 500 مأمور اضافه استخدام کرده تا مانع از ازدحام جمعیت شوند. دهکده المپیک در شرق استراتفورد 11 ساختمان مسکونی را در خود جای داده و با 8400 اتاق میزبان 10490 ورزشکار از 204 کشور و 26 رشته ورزشی خواهد بود. شهردار لندن شخصا همه موارد را بررسی و آزمایش کرده و کاملا راضی و خوشنود به نظر می‌رسد. بدون اینکه دستاوردهای دیگر بازی‌های المپیک و آنچه در پکن دیدم را نادیده بگیرم، این دهکده المپیک به نظرم بزرگترین دهکده در تاریخ این بازی‌هاست. جدا از بحث امنیت، لندن با تمام وجود تلاش کرده تا جایی برای انتقاد باقی نگذارد. هدف حضور نامحسوس در همه جا و همه وقت با کمترین مزاحمت. جرمی هانت، وزیر فرهنگ بریتانیا، در گفتگو با خبرنگار یورونیوز گفت: ما المپیک امنی خواهیم داشت. نسبت به آنچه پیش بینی شده بود، به تعداد بیشتری نیروی نظامی نیاز داریم. این شرط احتیاط است و مردم در انتظار المپیکی امن و موفقند. تعداد بیشتری نیروی نظامی برای جلوگیری از شکست المپیک. شرکت امنیتی جی فورس هفته گذشته برای تأمین 10400 مأمور امنیتی در جریان بازی‌ها راه‌اندازی شد. پنجشنبه گذشته دو هفته مانده به شروع بازی‌ها 3500 سرباز اضافی برای وضعیت‌های اضطراری در نظر گرفته شدند. شادی شف باید در جریان بازی حاکم باشد. نیروهای داوطلب مشغول به کارند. مانند این گروه داوطلب که با تمرین نمایشنامه خود را برای پذیرایی از گروه‌های بین‌المللی آماده می‌کنند. و هیجان آخرین روزهای مانده به المپیک. فکر میکنم الان درست لحظات آخر قبل از شروع مهمانی است. به هر سو میروید تا همه چیز رو کنترل کنید، اینکه غذاها آماده باشند و امور اصلی و برنامه درست پیش بروند. خیلی هیجان انگیز است. مراسم افتتاحیه بازی های المپیک لندن روز 27 ژوئیه برگزار خواهد شد.